بیشتر باید دردآور باشد تا شگفت‌انگیز که می‌بینیم میلیون‌ها آدم بی‌نوایانه خودخواسته بندگی می‌کنند و یوغ بر گردن دارند، نه اینکه زورمندی وادارشان کرده باشد، بلکه گویی تنها به شنیدن نام یکی افسون و جادو شدند، یکی که نباید از قدرتش بترسند، چرا که تنهاست و نشاید که به شایستگی او دل ببندند، چرا که با ایشان در رند خوی و ددمنش است. بر سر دراهی میان بند ماندن و آزاد زیستن خود مردمند که آزادگی را پس میزنند و بندگی پیشه میکنند. مردم خود به این ذلت تن در میدهند و در طلب آن هم میدوند. تنها یک چیز است که نمیدانم چرا آدمیان به رغم سرشت خیش از خواستن آن باز میمانند. آن چیز همان آزادی است که با این حال چنان گوهر فرخنده است که اگر از دست برود همه ناکامی ها یکی پشت دیگری از راه میرسند و هر چیز نیکی هم که بر جای مانده باشد عطر و طعم خود را از دست میدهد، زیرا بندگی آن را تباه می کند. این گفتاوردی بود از یک فیلسوف جوان، شاعر و نویسنده جوان سده 16 فرانسه به نام اتین دو لابوئسی که تنها 33 سال زیست و در 33 سالگی بر اثر بیماری مرد، اما تأثیر او آنچنان بود که امروز حدود 400 سال بعد از او، 500 سال بعد از او، ما در اینجا نشستیم و می‌خواهیم از او و اندیشه‌های او سخن بگوییم، پنداری که او با مردم ما، مردم ایران سخن می‌گوید. درود می‌گویم به جناب ایمان سلیمانی امیری گرامی که پیشنهاد دادن درباره این فیلسوف جوان و مبارز امروز سخن بگوییم. من باید این را بگویم، این را دیگه از خود می افزایم، این که آنانی که آرزوی آزادی دارند الزاماً شایسته آزادی نیستند، بلکه آنانی که برای آزادی مبارزه می کنند شایسته آزادی هستند، چون آزادی را ارمغان نمی کنند. هیچ حکومتی، هیچ دستگاهی، هیچ فردی آزادی را ارمغان نمی کنند. برای کسب آزادی و داشتن آزادی باید مبارزه کرد. شما وقتی که بنده و برده هستید معنایش این نیست که دست و پای شما را با زنجیر ببندند و داغ بردگی بر پیشانی شما بزنند تا همه جا و همگان شما رو بشناسم. نه، بنده یک ایدئولوژی بودن، بنده یک دین بودن، بنده یک فرد یا یک سیستم سیاسی بودن، بنده یک خانقاه بودن، همه اینها ضدیت تام و تمام با آزادی و آزادگی داره و میبینیم که میلیون ها میلیون انسان داوطلبانه به این بردگی تن دادند و به آن دل خوش کردند. درود بر شما جناب امیری، من در خدمت شما هستم تا سخنتون رو آغاز کنید. بفرمایید. شما سرور گرامی، جناب مانی بزرگوار، و عرض سلام و درود و احترام دارم خدمت یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. خب حدوداً 5-6 سال قبل بود من در مورد اتین دو لابوئسی یا بولابوئسی صحبت کردم به عنوان انسانی که در حدود سال 1530 متولد شد، یعنی چیزی
نزدیک به 500 سال قبل از این دورانی که من شما گفتم. یک دانشجوی حقوق بود که در 22 سالگی یک رساله کوچک اما بسیار بسیار پرمحتوا و مفهومی رو می نویسه. و البته خب همونطور که فرمودید در 32 سالگی نتوانست دیگر در جهان زندگی بکنه و آثار دیگری از خودش به جای بگذاره. اما این موضوع امروز هم بسیار پر اهمیته، چون به یک مبحثی اشاره میکنه که توجه ما برای این مسئله رو جلب کنه که ما امروز در جهانی داریم زندگی میکنیم که خب یک چندگانه ای روبروی ما نهاده شده و من این روزها سعی کردم در برابر مدافعان حضور در انتخابات از بخشی از این مسئولیتی که به عهده ماست و ما غافل ماندیم و اتفاقا دلابویسی به اون اشاره میکنه که من حالا عرض خواهم کرد امروز، بتونیم ذهن مردم رو آگاه کنیم. جایی که نیروهای دعوت کننده به انتخابات و مشارکت کننده در مناسک و مناسبت های حکومتی سعی میکنن نشان بدن که خب ما دو گزینه که بیشتر نداریم، گزینه بد و بدتر، از آن طرف هم جو انقلابی وجود نداره که در خیابان ها مردم باشن، حضور داشته باشن و کمکاری اپوزیسیون سبب شده که این دوگانه برای مردم فرض بشه. اما یک نکته این وسط میمونه که مخفوله و آن مسئولیت شخصی خود ما هاست که اگر رژیمی دوست داره ما تن به مطالبات او بدهیم و از آن طرف هم راه رهایی یعنی انقلاب وجود ندارد، آیا ما بیمسئولیتیم؟ یعنی چون راه انقلاب وجود نداره باید بریم و مشارکت کنیم در انتخابات، در مناسب دولتی، در مناسک دولتی، در شعائر حکومتی یا نه؟ در واقع رساله اتین دولابویتی میخواد به این مسئله پاسخ بده. یک نکته رو من به عنوان مقدمه عرض کنم با آن این که این تعبیر آقای رابرت دال رو من به کار میگیرم که اساسا عقاید هستند که اعمال رو میسازن، یعنی اینکه ما چگونه عمل میکنیم معلول این است که چه عقیده ای داریم، چگونه به واسطه اون عقیده عمل میکنیم. حالا در بعد سیاسی آقای رابرت دال میگه وقتی شما یک عقاید سیاسی دارید عمل سیاسیتون هم منطبق با اون عقایده و از دل عمل سیاسی هست که رژیم های سیاسی ایجاد میشن. پس در نتیجه رژیم های سیاسی با چند واسطه منبعث از عقاید سیاسی ما هست. و چرا این مسئله اهمیت داره؟ برای اینکه تا عقایدمون تغییر نکنه عملمون تغییر نمیکنه و تا زمانی که عملمون تغییر نکنه رژیم سیاسی مطلوب خودمون رو نخواهیم داشت. ما در بحث‌های مربوط به انقلاب وقتی صحبت از روسوها میکنیم، صحبت از جان لاک ها میکنیم و ادامه میخواهیم بدیم تا جلو، بحث بر سر اینه که تا زمانی که عقاید ما تغییر نکنه اعمال ما هم تغییر نمیکنه. عمل انقلابی حاصل تغییر فکره، یعنی اگر من احساس کنم این مناسبات جامعه مطلوب من نیست، این ارزش ها رو نمیپذیرم، این رژیم سیاسی رو نمیپذیرم، برای برون رفت از این وضعیت عمل میکنم و وقتی عمل کردم رژیم سیاسی مطلوب خودم رو هم میسازم. اما به قبل از دوران روشنگری بریم، به 200 سال قبل از افرادی مثل ژان ژاک روسو، آیا کسانی بودند که وضعیت جامعه استبدادی خودشون رو زیر ذره بین برده باشند؟ قطعا اتین دولابویسی یا دولابویتی یک اندیشمند انقلابی نیست، اما کسی است که مقدمه رفتن به فضای انقلابی رو فراهم میکنه و آن این که نشان بده چگونه انسان ها حتی زمانی که زور وجود نداره تن به بردگی میدن. شما ملتی رو میبینید، ملتی که معتقده خب شمشیر بالای سر من بود که من برده شدم یا تن به انقیاد یک استبداد دادم، اما مردمی رو میبینید که حتی اگه شمشیرم بالای سرشون نباشه تن به بردگی میدن، تا
تن به انقیاد میدن. من این روزها در فضای مختلفی که در پلتفرم های گوناگون وجود داره، در رسانه های مختلف، سعی کردم این مسائل رو تشریح بکنم. جناب مانی عزیز، آیا روحانیت در گذشته و حال چاقویی زیر گلوی ما گذاشته که شما خمس اموالتو به من بده، یا اینکه خودمون احساس کردیم که باید این کار رو بکنیم؟ آیا بسیاری از این رفتارهای رژیم حاصل اقدامات خود ما نبوده؟ ما نرفتیم به رژیم مالیات دادیم، ما نرفتیم در جشنهای حکومتی شرکت کردیم، ما نرفتیم همصدا با رژیم بشیم؟ مگر انتخابات در ایران اجباری است؟ نه خیر. اما چگونه رژیم میتونه پایه های مشروعیت و مقبولیت خودش رو حفظ بکنه با جلب نظر خیلی از افراد که بیاید در انتخابات شرکت بکنه؟ اینها همان بردگی اختیاری یا خودخواسته است که دولابویتی داره بهش اشاره میکنه. میگه بیاید خودمون رو فریب ندیم. همه مناسبات اجتماعی که مستبد در اختیار خودش داره با زور نیست. اصلا مستبد نمیتونه با زور همه شؤون زندگی ما رو تحت پوشش قرار بده. یکی از فرازهای کتاب دولابویتی همینه. میگه مستبد انقدر چشم نداره که شما رو بپا، انقدر دست نداره که شما رو سرکوب بکنه، اینقدر پا نداره که شما رو تعقیب کنه. این شما هستید که همین نیروها رو فراهم میکنید. کسانی که در ابتدای انقلاب بستگان خودشون رو میفروختن به رژیم که اینها مخفی شدن در فلانجا، اینا عقایدشون اینه، اطلاع میدادن که رژیم بیاد اونها رو بگیره ببره. روی رژیم مطلع بود؟ نه، خودمون این کار رو کردیم. کسانی که صدای جنایت رژیم می شدن که بله اینها گروه های منافقن، مجاهدن، گروه های چپیان، گروه های راستیان، حقشونه که اعدام بشن، تئوریزه می کردن خیلی ها خشونت رو برای جمهوری اسلامی، برای اساسا استبداد. دولابویتی میگه رژیم های استبدادی همیشه نمیتونن به شما زور بگن، مگر اینکه خودتون به اون تن داده باشید، خودتون پذیرفته باشید، رضایت داشته باشید به اینکه این وضعیت شما در درون جامعه محقق بشه، که یک نفر به شما زور بگه. شما ناراضی هستید، اما با یک نوع رضایت خودتون اون رژیم رو مستقر کردید، ازش حفاظت میکنید یا در دوامش کوشش میکنید. به همین دلیله که دولابویتی در یک فراز دیگری به یک نکته خیلی مهمی اشاره میکنه. او میگه فقط سعی کنید برده و بنده رژیم نباشید. همین که فکر کنید چیزی به رژیم ندهید خودش یک گامه. و مثال هم میزنه، میگه شما آتش رو دیدید، اگر چوبی به او اضافه نکنید این آتش به مرور زمان کم سوتر و خاموش میشه. میگه یه گیاه اگه بهش آب نرسونید بعد از یه مدتی خشک میشه. میگه نیاز نیست به اون آتش آب بپاشید، اما همین چوب رو به اون ندید. نیاز نیست گیاه رو قطع کنید. این بحث انقلاب یعنی همین، یعنی یک گام جلوتر که ما آتش رو خاموش کنیم، گیاه رو قطع کنیم. اما ریشه فکری دولابویتی اینه که ما قبل از این کار اگر توانش رو هم نداریم، سازماندهیش رو هم نداریم، اما یه کاری میتونیم بکنیم. اون این کاریه که کمک نرسونیم به آتش استبداد، به درخت مسموم استبداد، جباران، در حالی که ما داریم این کارو میکنیم. به همین دلیل مسئله دولابویتی مسئله مسئولیت شخصی است و تا البته کتابهای زیادی نوشته شد در مورد مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری ها، رژیم های توتالیتر، اما ریشه این مسئله که دولابویتی داره میگه برای ما خیلی ارزشمند. که چگونه او داره جامعه خودش رو نگاه میکنه در قرن 16، در 1530 به بعد، و در دوران دانشجویی خودش در رشته حقوق میاد و اون رو تبیین میکنه. تمام رساله دولابویتی به مسئول شخصی مربوط، اما او اول سعی میکنه نشان بده این ایرادات از کجا آمده که انسانهایی بدون اینکه زور بالای سرشون باشه
تن به بردگی خود خواسته میدن، به بردگی اختیاری میدن. همیشه سوال بود برای خیلی از فیلسوفان که چگونه یه اقلیتی کوچیک میتونه بر یک اکثریت حکومت بکنه. این چه مکانیزمی است که یک عده‌ای به راحتی میتونن چند میلیون نفر رو تحت انقیاد خودشون بگیرن؟ این محل تعمله، محل سوال ماست. خیلی از روانشناسان اجتماعی سعی کردن به اون پاسخ بدن، جامعه شناسان به اون پاسخ بدن. اما اینا علوم مدرنه، درسته. اما دولابوتی که از اون اندیشمندانی است که داره به این مسئله اشاره میکنه. او چند شاخص رو ذکر میکنه که چطور انسانها بدون اینکه به شکل عینی سرنیزه بالای سرشون باشه، مأموری جلویشون باشه، تن به بردگی میدن. یعنی همون کاری رو میکنن که رژیم بی جیره و مواجب داره از اونا میگیره. یعنی به جای اینکه کسی رو بفرسته دم خانه شما بگه خمس اموالتو به من بده، خودتون میرید خمس اموالتون رو میدید، بدون اینکه مأموری بفرسته که بگه بیایید به زور شما رو بیرون ببره از خانه که در مراسم حکومتی شرکت بکنید، خودتون با استقبال میرید. این مکانیزم خیلی جالبی است. استبداد چطور میتونه بدون استفاده از زور مردم رو مجاب کنه به سمتی که خودش میخواد برن؟ این بردگی اختیاری است. با اون بردگی اجباری خیلی تفاوت داره. در بردگی اجباری ارباب نیرو داره، سرباز داره، گماشتگانی رو داره، اجازه نمیده برده از حصار قلعه فرار کنه، از حصار خانش فرار کنه، میره دنبالش میارتش. اما وقتی برده بفهمه که این مناسبات درسته، من برده ام، من بنده ام، شما اگر کسی رو بالا سرش نذارید حاضر به آزادی نیست، فرار نمیکنه، میگه حقم همینه، نیاز به فرار ندارم. مؤمنان در دین رو شما نگاه بکنید، فرار نمیکنن، به تعبدشون دلخوشن، حاضر نیستن بیاندیشن که ممکن یه مناسبات دیگری هم وجود داره که ما بتونیم خودمون رو از این تعبد و بندگی و بردگی رها بکنیم. میگن نه، محصورین بدون حصارن این افراد، زندانیان بدون محبسن، اما زندانی فکرن و هیچ چیز بدتر از زندانی فکر نیست. انسانهای آزاده در درون حصارها محصورن در زندان، اما بردگان و زندانیانی بیرون از حصار وجود داره که الان ما داریم میبینیم. فرق وارستگی به حصارها نیست، به ذهنه. بسیاری از مردم جامعه ما رو شما دارید میبینید زندانی هست، منتها زندانشون فکرشون که اونها رو محدود کردیم. ارباب نیاز نیست اونها رو تحکم کنه، بالا سرشون باشه، اونها خودشون همون کاری رو انجام میدن که ارباب دوست داره. اما افرادی هستن آزاده، ارباب مجبور دور اونها حصار بذاره، اونها رو محدود کنه، قلمشون رو بشکنه، کتابشون رو حذف کنه. پس ما وقتی صحبت از بردگی اختیاری میکنیم، مقصود همین ماها انسانهایی هستیم که ذهنیتمون بردگی است. اساس بردگی رو نفهمیدیم. فقط ارباب ممکنه عوض شده باشه، یکی اربابش دینه، آخونده، یکی دیگه اربابش استبداد شاه، اما نسبتش همون برده است. این برده برده یه دین رو میبینه مسخرش میکنه که تو مثلا به خرافات پای بندی، ارباب تو مثلا فلانیه، اما خودش یه ارباب دیگه داره، اونم استبداد شاهیه، استبداد نمیدونم سنتی، استبداد تاریخیه. اما یک انسان آزاده وقتی نزاع بین این دو برده رو نگاه میکنه، بردش رو میخنده. یعنی برده شاهی که برده ولایی رو مسخره میکنه و برده ولایی که برده شاهی رو مسخره میکنه، که تو غلام اربابان دنیا هستی، من غلام الله هستم. اونی که اینو مسخره میکنه که تو غلام خرافاتی، من پایبند به سنت های خودم هستم. اما یک انسان آزاداندیش بیرون نشسته، هر دو رو میبینه مسخره میکنه، میخنده بهشون. چرا؟ چون مناسباتشو نمیفهمه. دولابوئتی میخواد به ما یاد بده، البته فیلسوفان روشنگری بعدی به شکل کاملتر، که چگونه انسانها برده ذهنن اما نمیفهمن، نمیدانن. خب دولابوئتی چه ویژگیهایی میشموره؟ یعنی میگه چه مکانیزمی وجود داره که اینها برده هستن اما نمیفهمن و با اختیار تن دادن به بردگی؟ اولین مؤلفه سنت، یعنی چیزی که انسان ها حاضر نبودن براش مطالعه بکنن.
همیشه می اندیشیدن که در گذشته دیگران چه اندیشیدن، چه فکری کردن. اساس نظام پدرسالاری یکی از مسائل مخربش همین جایگزینی سنت هاست. یعنی فرزندانی که در درون یک نظم خانوادگی پدر رو، اوامرش رو، نواهیش رو به عنوان فصل الخطاب میدونن، همون رو به فرزندان و نوه ها و دیگران منتقل کردن و به مرور سنت ها مقدس شد، غیر قابل خدشه شد، غیر قابل تأمل و تعمق شد، غیر قابل تعقل شد. دیگه ما نیاز ندیدیم فکر کنیم. هنوز هم پاسداران سنت کم نیستن. حکومت مردگان بر ما یعنی همین، حکومت مردگان بر زندگان یعنی حکومت سنت. انسانهایی که 500 سال قبل مردن اما سنتشون رو ما داریم اجرا میکنیم، حاضرم نیستیم بیاندیشیم. فرض بر اینه که اونها درست اندیشیدن. شما در نظام دینی نگاه بکنید، سنت 1400 سال قبل بر ما حاکمه. نو نگاه میکنیم صحابه محمد چگونه رفتار کردن، امامان چگونه رفتار کردن، میگیم همونا درسته. نیاز نیست فکر کنیم که اونا اشتباه کردن، بپذیریم. سنت فرهنگی و سیاسی خودمون هم همینه. این سنت در درون خودش معایبی رو داره که انسان ها وقتی بهش عادت کردن، جرأت تفکر و تعقل ندادن، اون رو بشکنن و برطرف کنن، به یک بردگی اختیاری تن دادن. و از دل این سنت هاست که همون ارزش های گذشته بر ما حاکم میشه. افرادی که حامل و عامل ارزش های گذشته هستن بر ما حاکم میشه. پس سنت از نظر دولابویتی یکی از زیر ساخت ها و عوامل بردگی اختیاری و خودخواسته است. عامل دوم عادت، یعنی چیزی که شما انسان ها رو وقتی عادت بدید به اون، به مرور زمان دیگه فکر نمی کنن در موردش، خودشون رو با اون هماهنگ میکنن. این بعدها در اندیشه فروید هم وجود داره. یعنی انسانهایی که بر اساس عادت دیگه تعمق و تفکر براشون کنار رفته. این در زندگی عادی خودمون هم جناب مانی همینه. شما فرض کنید وارد خانه‌تون شدید، چیزهای عادی وجود داره، مثل اینکه وقتی کلید برق رو بزنید برق روشن بشه. هیچ وقت فکر نمی کنید اصلا نیازی هست به این بیاندیشید که الان میزنم آیا روشن میشه یا نمیشه، چون عادت. اما زمانی به فکر وادار میشید که بزنید روشن نشه، یعنی اون وقت فکر میکنید که چرا روشن نشد. عادتا باید روشن میشه اما نشد، حالا فکر میکنید. ولی این مکانیزم بیاید در سطح سیاسی، وقتی نظام ها کاملا یک رویه رو دارن و عادت کردیم، دیگه فکر نمی کنیم که از این نظام غلطه یا اشتباه، درسته. تا زمانی که یک اندیشه جدیدی بیاد مخالف عادت ما، اون وقت فکر کنیم ببینیم آیا درسته این کار که تا دیروز انجام می دادم؟ آیا این رفتار من که بر اساس عادت اون رو انجام می دادم صحیح بود؟ انسان های گذشته به عادت عادت کرده بودن، مانع تفکرشون بود. و دولاباتی داره میگه خیلی ها رو عادت دادن، استبداد عادت میده به اینکه شما وارد یک فضای دیگری بشید. کارو او نام میبره، مثلا عادت دادن مردم به سرگرمی ها، به نمایش های مضحک، چیزی که روسو هم بعدا بهش اشاره میکنه. جایی که در یک جهان مدرن، در یک تفکر روشنگری و عصر جدید، شما میبینید استبداد مردم رو عادت میده به یک موسیقی خاص، به یک نمایش های خاص، به یک صنعت و هنر خاص. چرا؟ چون ما وقتی عادت میکنیم به این نوع سبک فیلم ها، کتاب ها، دیگه فکر نمی کنیم که ممکنه سبک دیگری هم وجود داشته باشه، اندیشه دیگری هم وجود داشته باشه. بنابراین عادت دومین کلید واژه ای است که دولابویتی به کار میبره برای اینکه نشان بده مردم تن به بردگی خودخواسته میدن. عادت کردیم دیگه اینجوری زندگی بکنیم. سوم باورها و عقایده، یعنی چیزی که عوامل استبداد سعی میکنن اون رو موجه بکنن. که دولابویتی میگه، میگه بسیاری از این اندیشمندانی که در خدمت استبداد هستن سعی میکنن مستبد و دانا نشان بدن، فرزانه و عالم نشان بدن، تمام جنایت های اون رو حکیمانه نشان بدن. برای امنیت ما این کار رو کردن، برای حفظ کشور این کار رو میکنن،
برای اینکه بزرگ باشیم در جهان این کار رو میکنه. دیدید دیگه تمام ایدئولوگ های رژیم جمهوری اسلامی چی کار میکنن؟ تمام اشتباهات رژیم رو توجیه میکنن، میگید چرا تحریم هستیم، چرا اینقدر وضع ما بده، میگن به خاطر اینکه میخوام سربلند باشیم، چون ما تن به انقیاد استکبار ندادیم تحریم شدیم. مردم میگن بله خب این خیلی خوبه که ما تن به ظلم نمیدیم، هیهات من نزله، ما تن به ظلم نمیدیم، اما اگه نون نداریم، آب نداریم، آزادی نداریم، هیچ اینا مهم نیست. در حالی که اگر نگاه کنیم مناسبات هایی که اون ایدئولوگ داره برای ما مشخص میکنه کاملا خلاف واقعه. شما میتونید منافع خود رو حفظ کنی، نه تن به ظلم بدی، هم آزادی و عدالت و برابری و همه چیز رو داشته باشی. بنابراین دولت بایتی سعی میکنه نشان بده چطور این مردم تن به بردگی های خود خواسته دادن. در نتیجه سخن او اینه که انسان یک حق طبیعی داره که در درونش هست و اون آزادیه. وقتی مستبد از این توافق سوء استفاده میکنه، شما باید توافقت رو پس بگیر، و توافق رو پس گرفتن اینه که با او همکاری نکنی. اگه مستبد میگه این کار رو بکن، شما باید اون کار رو انجام ندی. این مسئولیت شخصی شماست که در برابر ظلم اگر دست به شمشیر نمیبری اما با او همراه نشو. میگم کم داشتیم کسانی که در درون دستگاه های حکومتی بودن اما وقتی دیدن آمدن بیرون، اما کسانی رو دارین در دستگاه حکومتی نیستن اما با رژیم همراهن، بدون اینکه نفعی داشته باشن، بدون اینکه مثلا شما نگاه بکنید که اینا ماموران یک عاملی هستن که دست بود. نه، اما انجام میدن. بنابراین این مسئله خیلی مهمه که ما اولین چیزی که برای مردممون تبیین کنیم در همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم مسئولیت شخصی است. رژیم به شما نگفته بیا در انتخابات شرکت، زور بالا سرت نذاشته، فقط درخواست کرده که تشریف بیار. اما شما نگاه میکنی 40 سال گذشته، این همه صندوق رأی گذاشتن، شما به اینجا نرسیدید. اگر انقلابی هم امروز در خیابان ها نیست، اما یک چیز وجود داره که در درون خود شماست، در ذهن شماست، و اون مسئله شخصیه. آیا من اینقدر وارسته شدم که تن به درخواست رژیم ندم، برای رژیم مشروعیت نسازم، مقبولیت ایجاد نکنم؟ همین رژیم به واسه، چرا اگر رژیم به مشروعیت ما نیاز نداره چرا درخواست میکنه بیا شرکت کنید؟ دیدید دیگه، خامنه‌ای میگه اگه منم قبول ندارید بیاید در انتخابات شرکت کنید. یکی از این سرداران سپاه میگفت رأی مردم خشاب ما رو پر میکنه، خشاب اسلحه ما رو پر میکنه. یکی از همین سرداران سپاه درست میگه، چون به واسطه همین ظلم و جنایتشونه که میتونن فردا بگن بفرمایید 70% مردم به ما رأی دادن، 60% مردم به ما رأی دادن. من یه مصاحبه میدیدم چندین بارم در این روزا تکرار کردم، که خبرنگار خارجی از وزیر امور خارجه آقای ظریف سوال میکنه، میگه آقا شما یه حکومت وحشی هستی، یه حکومت بربری، نقض حقوق بشر در کشور شما گسترده است، زندانیان سیاسی، سرکوب مردم در خیابان ها. ظریف برگشت گفت شما میگه ما ملت در واقع دولت وحشی هستیم، پس چطور 70% مردم اومدن ما رو انتخاب کردن؟ میخواست بگه منی که شما انجلو شما نشستم به عنوان وزیر امور خارجه، از سوی 70% مردم انتخاب شدم اومدن جلو شما نشستم. پس بنابراین در درون کشور ما بربریتی وجود نداره. یه عده مخالف هستن کما که در کشورهای غربی هم مخالف هستن، اما من نماینده قانونی 70% شما. اونی که میره رأی میده اگر اینو نفهمه همون برده اختیاری است که من با یک رأی دادن و مشروعیت به نظام زبان نظام رو گشادتر و درازتر میکنم که تو مجامع جهانی بگه این رئیس جمهور منتخب مردم ایرانه با 70% رأی، این وزیر امور خارجه منتخب مردم ایرانه در دولتی که 70% رأی. و اینجاست که ما بی‌آبرویی این نظام رو به تعویق میندازیم توسط بی‌آبرویان.
من دیدم در این فضا شما نگاه بکنید، کسانی که دائما در صدد این هستن مشروعیت نظام رو بازسازی بکنه. پس یک بار برای همیشه اگر به 500 سال قبل بریم، میبینیم مبانی جوامع قدرتمند در کجاها نهاده شده، چرا دولابویتی ها بزرگن هنوز برای ما و چقدر حقیر و پستن بسیاری از این نخبگانی که شما میبینید در رسانه های ریز و درشت به عنوان کارشناس معرفی میشن، اما میگن چشمتون رو روی جنایت رژیم ببندید، بیاید رأی بدید، بالاخره بد و بدتر هست دیگه. در حالی که مهمترین گزینه مسئولیت شخصی ماست. اگر من این گزاره رو این گونه تعریف کنم، آیا دوست دارید تن به بردگی اختیاری بدهید یا خیر؟ خیلی ها میگن خیر. ما اگر به اونا نشون بدید رأی دادن یعنی بردگی اختیاری، بازسازی مشروعیت رژیم و مقبولیت. بنابراین فرازهایی از اندیشه های دولابویتی برای ما خیلی اهمیت داره که به بخش مخفور و پوشیده خودمون نگاه بکنیم و اون مسئولیت شخصی ما در دوران استبداد، در دوران دیکتاتوری. بفهمید درمانی بود. جناب سلیمانی، سخنان شما منو به شوق آورد و از اونجایی که در پیشگاه یک فیلسوف فرانسوی هستیم در این برنامه که شاعر و نویسنده هم بوده، من به جای هر سخن دیگری یکی از سرودهای خودم رو میخونم که تنگاتنگ مربوط است به موضوع جلسه امروز ما، از کتاب گزارش گمان شکن به نام تومار سرنوشت. ما یک واژه داریم به نام تقدیر که پارسیش می شود سرنوشت، یعنی بر پیشانی نوشت، بر پیشانی ما نوشتن که این تقدیر توست، تغییرش نمیتونی بده. بنابراین اینجا واژه سرنوشت رو من داخل گیومه گفتم و آنچه که درست است سرگذشت است، آنچه که از سر ما گذشت. بگذاریم، تومار سرنوشتم را زیر پای طوفان می گسترم، چون این که آلودم به صوت مؤذن زوزه مداحان وز وز رمال ها، چون آزرخشی که ناگهان ناپدید رود از میان شما می رود. چندیس از بیابان شما رفتم، در بیابان شما بارها از روی خود گذشته، از روی زنده خود گذشتم، حتی از روی کشته خود گذشتم. باشد مگر دوباره به خود آیم، خود شوم، کنار میزنم از روی راه ارواح پار پوره را، وعظ فسیل ها را، گنبد های توهی جمجمه ها را، روان های سوخته، ایمان های سرطانی و شمایل مقدس جانیان را، آنگاه حافظه بیابان را بر اجاق غروب می تکانم. باشد مگر به خود آیم، خود شوم، گاهی در دهان هستی نفرین، در روان هستی نفرت، بر تن این جهان پینه بدشگونی که نمی بینیش، در دهان اژدهای فسیل شده آیاتی که نمی فهمیش. آری، تومار این سرنوشت را پاره پاره بر گرده طوفان می پاشم، باشد مگر به خود آیم، خود شوم، قیل و قال قولهای بیابانی و آوای کرکس ها مرا آلوده اند، وعظ بیابانگرد ها بر پیشانی فرزندانم لکه سیاه نهادند، از روی زندگی خود می دوم، داغ بردگی را از پیشانی می زدایم، تومار سرنوشت را پاره پاره بر شعله ها می ریزم، باشد مگر به خود آیم، خود شوم. از آن پس برای طلوعی تازه
در میان شما غروب می کنم برای همیشه، باشد مگر دیگر کالبدی برای غول بیابانی نباشد. سپاسگزارم که شنیدید، شما رو میشنوم جناب سلیمانی گرامی. بسیار عالی جناب مانی بزرگوار. من از همین ادامه مطالبی که مربوط به این دولا بویتی هست استفاده کنم و اینکه خب این بردگی اختیاری بدون اینکه کسی تیغه‌ای شمشیری بر روی ما بکشه چگونه مستقر میشه. ما مبانیش رو عرض کردیم که از منظر دولا بویتی چه بود، اما روش ها و راهکارهاش هم چگونه است. یعنی در همون سنت، در همون باورها و عقاید، در درون همون عادتها که دولا بویتی گفته، از چه مکانیزمی، روشی، ابزاری بهره برداری میشه که گاهی به قدری بر ما انسانها حاکم میشه که بیرون از حصار هم در زندان و اون زندان فکرمون. اولین مسئله رو که من عرض کردم یکی از اون دیدگاه‌هایی بود که تئوریسین ها، تئولوگ ها و اندیشمندان نشان بدن که جباران خیرخواهند، جباران عادلند، جباران دموکراتند، جباران مصلحند و سعی کنند نشان بدن که اندیشه های اونها برای نه تنها جامعه که برای تک تک ما انسان ها مسبب خیر. و ما تن دادیم به این باور غلط که دیکتاتور مصلح میخوان. نیازمند یک امامی هستیم که میتونه بیاد و با اندیشه و علم لدنیش جامعه رو هدایت بکنه، حمایت بکنه. امروز هم همین فضا رو داریم، به یک رهبری که در درون جامعه ما شاید از حد متوسط مردم جامعه هم از هوش و دانش کمتری برخوردار باشه میگن رهبر فرزانه انقلاب. در واقع اوصافی به این افراد نسبت داده میشه که شما نگاه بکنید در حوزه علم و دانش و اخلاق هیچ جایگاهی نداره. دومین مسئله همین استفاده از القاب و عناوینه. دولا بویتی اشاره میکنه، میگه فراعنه مصر برای خودشون القاب و عناوین عجیبی درست میکرد، پادشاهان در کشورهای دیگه القاب و عناوین عجیبی درست میکرد. اینا مربوط به 500 سال قبل نیست، خودمون هم همین کار رو کردیم. یا آقای من اگر اشتباه نکنم اسمش رو شفق تبریزی نامی برای شاه سابق ما لقب آریامهر درست، یعنی خورشید آریایی، رقابت میذاشتن یکی نام برمیگزین. خیلی جالبه چون به ذهن اون دیکتاتور این چیزا نمیرسه. این ما افرادی سعی میکنن برای اینها القاب و عناوینی بسازن که مردم مبهوت بشن، مسحور بشن که ایشون خدایگان بزرگ ارتشدارانه، ایشون آریامه، این اون آقا امامه، رهبر فرزانه انقلابه، معظم الله، انواع و اقسام اینها. دولابوتی اشاره میکنه میگه اون جلال و جبروتی رو که شما میبینی که اینها در پس پرده ها، در کاخهای عظیم با تاجهای فاخر سبب مبهوت شدن مردم میشه که احساس میکنه اینا از یک جنس دیگرن، با ما خیلی متفاوته. وگرنه چطور اندیشمندان ما میتونن این القاب و عناوین رو به اینها بدن؟ حتما زمینه هایی دارن. و بعد تن میدن به این باور کاذب، به این فریبکاری، به این ریاکاری که انسان های متوسط الحال رو ناگهان در جایگاه خدایگان بنشانه، فرزندان خدا. وگه ما کم داشتیم در تاریخ باستان و حتی دورانی که حتی امروز که ما صحبت میکنیم کسانی که مدعیان خدا از زبان ما سخن میگه. مگه همین خامنه‌ای همین حرفا رو چند وقت قبل نمیزد؟ به کلامی که من گفتم زبان من بود، صدای من بود، اما محتواش مربوط به خدا بود، ماهیتش مال خداست. من نه حرفو زدم، خدا بر زبان من جاری کرد. پس این القاب و عناوین و سبک و سلوک و نحوه زیستن اونها مردم رو مفروض میکنه که باور بکنن اینها از جنس دیگرن. ما نمیتونیم با اونها کار بکنیم، ما همردی اونها نیستیم که حق اونها رو مطالبه کنیم. دیگر مورد مسئله است که تحت عنوان نان و سیرک
بعدها انقلابیون مطرح کردن، یا نان و شراب، جایی که شما رو محتاج میکنن به اینکه نان شما رو ما داریم میدیم. سپاسگزار باشید، منتقد نباشید، سپاسگزار باشید. همین تفکر امروز وجود داره جناب مانی، جای دوری نریم. همین مکانیزم امروز وجود داره که ما باید ممنوندار و سپاسگزار رژیمی باشیم که در دورانش یه مقداری وضع اقتصادی ما خوب بود. چرا شما دنبال آزادی بودید؟ چرا دنبال دموکراسی هستید؟ چرا صحبت از عدالت و برابری میکنید؟ همین که نان به شما میدیم، همین که کاباره ها بر پا هست، همین که فلان، خب برید سرگرم باشید، نان و شرابتون که بجاست، دیگه چی میخواید؟ مگه در دوران استبداد گذشته، در دوران شوروی کمونیستی، در دوران هیتلری، موسولینی و اینها در ایتالیا و آلمان، مگه همینا نبود؟ نان و شراب مگه نبود؟ اونا جلو موسیقی رو میگرفتن، جلوی مراکز تفریحی رو میگرفتن؟ نه. پس چه نیازی به مبارزه بود؟ چرا نیاز بود در طول تاریخ که پادشاهان یا گروه های مختلف، همین مسائل مختلف در اون جوامع بود، مردم دست به انقلاب بزنن؟ برای چی بود؟ امروز هم ما رو قانع کردن به اینکه به نانمون قانع باشیم با رفتن پای صندوق های رأی و رأی دادن به یک آقا، شاید تازه، نه اون که حتما قطعا، شاید اوضاع کمی بهتر بشه. دیگه صحبت از آزادی نکنید، صحبت از عدالت نکنید، صحبت از برابری نکنید. من این تعبیر آی لاسول رو بارها در رسانه شما و دیگر رسانه ها عرض کردم، جایی که آی لاسول میگه مردم فقط برای نان نمی جنگند و نمی میرند، بلکه آزادی، عدالت، کرامت، اینها ارزش های بنیادی نیست که در طول تاریخ مردم براش جنگیدن؟ مگه همش برای نان کسی می جنگید؟ شعار انقلاب فرانسه وقتی بحث از آزادی و برابری و برادری و اینها هست، پس اینها مفاهیم بنیادی در کدوم کانتکست هست؟ اما استبدادیون میخوان بگن دنبال آزادی نباش، دنبال دموکراسی نباش، دنبال عدالت نباش، همون لقمه نونی، استخوانی که به جلوت میندازیم همون رو بگیر. فرهنگ سینیس یا همون سگوارگی یکی از فرهنگ هایی است که در نظام استبدادی وجود داره. یعنی استبداد خودش رو در مقامی میبینه که نان تو رو میده، بنابراین دومتو تکان بده، سپاسگزار باش، حتی اگه تو سرت هم زد مثل سگ. سگ چیکار میکنه؟ هیچ درکی از آزادی نداره، هر کجا صاحبش بره میره، شلاقش هم بزنه، فلان بزنه، هیچ ایرادی نداره، فقط اون لقمه نانی که از دستش گرفته او رو وابسته میکنه. این فرهنگ سینیس رو ما امروز هم داریم. کسانی که میگن شما آزاد نباش، فقط به دنبال وضع معیشتی خودت باش. دولابویتی داره میگه، میگه استبداد سعی میکنه فضا رو به سمتی ببره که شما ارزش های بنیادین انسانیت رو یا فراموش بکنی یا دیگه نخواد، به دنبال سرگرمی های روزمره باشی. یک بار من در رسانه شما هم از سگانه آرنت صحبت کردم که حالا دیگه نمیخوام وارد بحثش بشم، او هم داره همینو میگه. یعنی فضایی که حتی در جهان مدرن شما رو به سمتی میبره که به سراغ تجارتت بری. من یادم هست شما یه خاطری رو تعریف کردید که عزیزانی از ایران آمده بودن، میگفت در ایران مردم همه دنبال پولن، هم. کسی دیگه به چیز دیگه فکر نمیکنه. چطور پول در میاری مهم؟ که من اونجا به ذهنم رسید اون سگانه آرنت رو عرض کنم، که آرنت هم همین رو در کتاب وضع بشر ذکر میکنه، که وضع بشر حتی در دوران مدرن به جایی رسیده که صاحبان قدرت از مردم میخوان برید سراغ سرگرمیاتون، برید سراغ تفریحاتون، زیاد کند و کاو نکنید در مسائل سیاسی، در مسائل مبنایی و کلانش. بنابراین بسیار مهمه که مردم جامعه ما که امروز تو این ادبارن بفهمن این حکومت امر سیاسی بر زندگی اونهاست، که این سرنوشت اون، اگر اون رو تغییر ندن، بی خیال بشن، بگن آقا ربطی به ما نداره، پس ما تحمل کنید این زنجیر رو. مثل یک برده یا بنده ای در زندان که نگاهش فقط بر سر اینه که کی غذاشو میارن بهش میده، اما یادش میره که دیوار رو باید بشکن، یادش میره که زنجیر رو باید جدا بکنه از بدنش.
اونا مفاهیم آزادی است. اما وقتی به فقر و غذا و اینها نگاه میکنید، پس منتظر باشید زندانبان شما هر وقتی غذا آورد داد، با هر کیفیتی آورد داد، بپزید. نکته دیگری که دولابایتی با ذکر میکنه فرهنگ مجیزگوییه. یعنی جایی که پدر رو وقتی شما در خانواده میبینی مجیز ارباب و کت خدا رو میگید. همین رو بیارید در سطح جامعه. وقتی نگاه بکنید رسانه ها مجیز یک آقای رو میگن، مجیز یک خانومی رو میگن، برای یک نظامی دست و پا میزنند و او رو بالا میبرند، مردم چه فکر میکنند؟ این فرهنگ مجیزگویی امروز هم وجود داره. چیزی بگیم هیچکی ناراحت نشه. اگر مناسب سیاست های ماست تعریف و تمجید بکنیم، ببریمشون بالا. اونها هم سعی میکنن مجیزگویان رو پاداش بدن، چون بیشترین خدمت رو در درجه اول جناب مانی بزرگوار اون نظامی نمیکنه. خدمت اول اون مجیزگو میکنه، اون مداح میکنه، اون تئوریسینه میکنه. یک مستبد مردم رو از دو مکانیزم نگه میداره. اولین، راحت ترین، پرمنفعت ترین و کم هزینه ترین راه اینه که شما با حرف مشروعیت خودتون رو به مردم تحمیل بکنید. وقتی مردم میپذیرن مشروعیت شما رو، دیگه شما نیاز به زور ندارید. اونا خودشون هر کاری که شما بخواید انجام میدن، بدونن که اصلا نیت شما چیست انجام میدن. فقط کافی گوشه چشمی نشان بدید، اصلا نیاز به حرف زدن هم ندارید. با یک دستکان دادن بردگان دیدی سکا رو. خیلی نکته جالبی ها، سکها یاد میگیرن از نگاه اون صاحبشون که اون دشمن منه یا نه، بگیرمش یا نگیرمش. این فرهنگ در درون یک جامعه اینجوری شکل میگیره که از لابلای صحبت خامنه ای یک عده میفهمند مقصود آقا چیه. یعنی به قدری مستعد شدن که بفهمن ارباب ما وقتی یک کلمه ای رو در لفافه گفت ما بفهمیم لب مطلبش چیه. اگه ابرو اینطوری کرد ما بفهمیم چی میگه. یعنی به قدر این مناسبات سگسانی شده، سگوارگی شده، که فقط شما زندگیتون رو در این میبینید که نگاه کنید ارباب چه نوع فعل و انفعالاتی نشان، ریشش رو دست میزنه، دماغش رو دست میزنه، به بالا نگاه میکنه، به پایین نگاه میکنه. دیگه نیاز نیست بگه آقای مانی دشمن من، فقط کافی اخ بلافاصله به شما حمله میکنه. شما در این فضا نگاه بکنید، یه نقدی بر آقای فلانی یا خانم فلانی داشته باشی، بلافاصله میگن دشمنه. این فرهنگ در درون یک جامعه مجیزگو به وجود میاد که شما از منتقد به عنوان دشمن نام ببرید. چرا؟ چون نقد مخالف مجیزگوییه. شما دارید نقاط ضعف اون آقا رو بهش یادآوری میکنید، نقاط ضعف جامعه رو یادآوری میکنید، در حالی که اون جامعه مداح صفته، مجیزگوه، چاکر صفته. پس شما میشید دشمن. این مکانیزم از نظر دولابوتی در درون اون جامعه وجود به وجود میاد و مورد استقبال استبداد قرار میگیره و یک رقابتی در درون اون جامعه شکل میگیره که هر کی مداحتره، مجیزگوتره، بیشتر دولا میشه، بیشتر دستبوسی میکنه، بیشتر پابوسی میکنه، مقربتر. و وقتی مردم نگاه میکنن یاد میگیرن، میبینن چطور میشه مدارج ترقی رو طی کرد با مجیزگویی نه با نقد. پس ببینید بسیار مهمه که ما فهم کنیم نظام های استبدادی الزاماً شاید روز اول با شمشیر آمده باشن، اما به مرور از طریق مکانیزم هایی تونستن جامعه رو در اختیار بگیرن که نیاز نیست یک مأمور سر خیابان بیسته، خودمون مأمورانیم. نیاز نیست یک مأمور مالیاتی بیاد دم خانه ما پول جمع کنه، خودمون میبریم میدیم. نیاز نیست دستگاه شنود تو خونه هامون بذاره، خودمون اطلاع میدیم که برادرمون اندیشش اینه، کتاب ممنوعه داره. نیاز نیست نیروهاشو جمع کنه در خیابان، خودمون میریم تو خیابان به عنوان بچه بسیجی یا هر چیز دیگری خواهرانمون رو کتک میزنیم، مادرانمون رو کتک میزنیم. پس ببینید چقدر این مکانیزم ها پر اهمیتن. و در پایان
دولبویتی راه رهایی از این وضعیت رو هم ذکر. اولیش آگاهی دادن توسط نخبگانه. میگه این نخبگان جامعه هستن، این اندیشمندان هستن که باید مردم رو آگاه بکنن. ذهنی که در بردگی به سر میبره رو نمیشه آزادش کرد مگر با آگاهی. بفهمه این مناسبات غلط، و تا زمانی که ذهن یک شخص آزاد نشد نمیتونی از او کار بکشی، او خودش دشمنتونه. شما میخوای آزادش بکنی اما او میگه تو داری منو محروم میکنی از حق نانم که زندانبان میاد به من میده، از لطف اربابم که یک دستی به سرم میکشه، تو داری منو محروم میکنی، و او خودش میشه دشمن شما. این همه دشمن داریم در این فضا برای چیه؟ برای اینکه هر کسی اربابی داره و ما داریم بهش میگیم ارباب نداشته باش. نزاع دینی و ولایی و شاهی بر سر ما سر چیه شما فکر میکنید؟ چون ما ارباب نداریم، هم اونا ارباب داریم. وقتی میگیم ارباب نباش، ارباب نداشته باش، بفهم مناسبات رو درک کن، ناراحت میشه. تو داری منو محروم میکنی از محبت پدرانه فلانی، سنت هام، از عادت هام، از باور هام. و در نتیجه نکته دوم، دولا بایتی میگه جباران نقاط ضعف دارن. شما فکر نکنی اونا قدر قدرتن. تمام این کارهایی که کردن باز نقاط ضعفی در اونا وجود داره و مردم میتونن از نقاط ضعفشون استفاده کنن. یکی از مواردش خود دولا بایتی گفتی که شما چوبهای آتش اونا نشید، چشمان اونها نشید، دستان اونها نشید. امروز هم این مسئله جامانی وجود داره. کسی که به نوع مؤمن صفت دید خوه، هیچ وقت ایراد الله رو مثلا نمیبینه. بارها دیدید دیگه، 6236 آیه قرآن رو بذار جلوی مسلمان بگو یه آیه ایراد میبینی، میگه نه، چون ذهنش در درون اونه. کسی که ذوب در ولایت فقیهه، شما بهش بگو یه ایراد میبینی، میگه نه خیر، ایرادی وجود نداره. خب وقتی ایرادی وجود نداره یعنی او ضعفی نمیبینه در جبار، در مستبد. زمانی که ذهنش آزاد بشه، حالا وقتی اون آیات رو، اون کارها و اون افتار رو میذاریم که بله اینجاش ایراد داره، اینجاش غلطه، اینجاش، حالا با این انسان شما میتونید نقاط ضعف مستبد رو نشان بدید و بعد در برابر اون استبداد بیستید. اینه که نیروهای انقلابی تا زمانی که وجود ندارن که زمینش آزادی فکری و وارستگی است، در هیچ جامعه نمیشه انقلاب کرد. میراث اندیشه دولا بویتی و بعدها فیلسوفان دیگر همین بوده که اول ذهن مردم رو از اون دریای باور غلط بیرون بیاریم، حالا به واسطه اون نشان میدیم که استبداد مشکلاتش کجاست و اقدام کنیم برای انقلاب. پس این نکته رو داشته باشید که با ذهنهای برده صفت نمیشه انقلاب کرد و این مشکل بزرگی است که جامعه ما با اون دست و پنجه نرم میکنه، که امیدواریم به لطف این روشنگری های رسانه های همچون رسانه شما و دیگر رسانه ها بتونیم نسل مسئولیت پذیری نسبت به خودمون ایجاد بکنیم و بعد مسئولیت شخصیمون رو که فهم کردیم، مسئولیت اجتماعیمون رو هم بفهمیم و اقدام بکنیم. سپاسگزارم از شما جناب مانی بزرگ. بله، درود آفرین بر شما. اصلا به هرگاه که سخن از بردگی با این واژه مشخص بردگی به میان می آید، ممکن است خیلی ها بیاندیشند که دوره بردگی با قدیم ها بوده، ها دوره اسپارتاکوس اونها گذشته رفته، و اینکه روی پیشانی بردگان در ایران در کشورهای مسلمان داغ می گذاشتن، مهر در آتش سرخ میکردن، داغ میشد، میشستوندن به پیشانیش که معلوم باشه این برده است، هیچ نتونه پنهانش کنه. اما یک بردگی دیگری که امروز رایجه، بردگی نامرئی است جناب شما، یعنی طرف برده است اما خودش نمیدانه، فکر میکنه که آزاد است. من دو تا مثال واقعی برای شما میزنم از بستگان خودم. یکیش یک خانومی در ایران که میخواست بیاد اینجا به دیدار ما پس از سالها، در یکی از تلفونا گوشی رو دادن دست من که احوالی از او بپرسم، هنوز در ایران بود.
از من پرسید آقای عسکری در آلمان امامزاده هست؟ من گفتم نه. گفت پس من بیام اونجا چیکار کنم؟ و جدی هم میگفت، خیلی جدی هم گفت، و آخر سرم گفت من نمیام، بی خودی دعوتنامه چیز نفرستاد امامزاده نیست، من بیام چیکار کنم؟ برادر همین خانم این بار از تهران تشریف آورد اینجا، و چون هر دو زانوانش به شدت درد میکرد هنوز علیل نشده، یک روز که رفته بودیم اندکی قدم بزنیم، یه سنگ سیاه کوچولوی سر راهش بود برداشت، و من فکرم آدمی از این سنگ خوشش اومد. اومدم خونه دیدم که این سنگ هایی میزنه به پیشانیش اینطوری. گفتم داری چیکار میکنی فلان؟ گفت دارم نماز میخونم، عبادت میکنم، من زانوام درد میکنه، نمیتونم بلاخیز بشم، یا دارم همینطوری میخونم، بعض وقتا هم نمازم اشکالاتی پیدا میکنه شرعی، مجبور رو بیشتر. گفتم خب میخوام من برای یه پاره آجر رفت بزن اصلا حاجی بشی. گفت که آقای عسکر اذیت نکن دیگه، بذار ما صفامون رو بکنیم. صفاش همون برگیه، یعنی در زمانی که یک گله حرکت میکنه، یک گله برد صفت حرکت میکنه، سر راهش هر آدم مشکوکی رو هم جذب میکنه، داخل گله میکنه، یک بز گر گله رو گر میکنه. و اینا دیگه اصلا سخن از بردگی نیست، میگن آقا همه ما مثل همین، به چه آدم زیادیم. این نویسنده ها و روشنفکر ها و دشنام هم میدن، حتی شخص اول مملکتشون هم که هنوز نیامده، اونها هم این واژه روشنفکر رو به دشنام تبدیل کردن. میگن اینا چی میگن؟ 57 هن، اونا 58 هن، اینا 92 هن، بیان همشون رو از بین میبریم، یک کلام مثلا دیگه اضافه هم نداره. بنابراین بسیاری از اونهایی که شما اشاره کردید بی آنکه کسی بهشون دستور بده به زیارت امامزاده ها در ایران می روند، بی آنکه کسی بهشون دستور بدهد، له له می زنند که بروند به حج و به کربلا و به نجف و به سوریه، بی آنکه کسی بهشون دستور بدهد، می روند نامه و قضا و دعا می نویسند، می ریزند توی چارجم کران. اینها جماعت بردگانی هستند که از یک سو دیگه میگن آقا ما یک تمدن 7000 ساله داریم، این تمدن کجاست؟ ازشون بپرسید نمیدونه، واقعا نمیدونه. یه خاطره دیگه بگم، همین هفته پیش اگر خاطرتون باشه، نه شما نبودید، دوست دیگه باش برنامه داشتم، گفتم که نمیتونم بیام، یک ناشناسی که برادر یکی از دوستان خانوادگی ماست در ایران مرده، براش مراسم گرفتن. براتون اونجا یه خانومی که از حلقه دراویش، در واقع حلقه رژیم آمده بود بیرون، شروع کرد اونجا در متن اون مرده سخن گفتن، و اونجا خطاب به مرده گفت که علی آقا خیلی خوش آمدی، قدم دو چشم از ایران بلند شدی، مرده ها طرف از ایران بلند شدی، تشریف آوردی اینجا، یکم تشریف این ورتر بر بعد در منقبت این آدم، که این خانم فکر میکرد که اون اینجاست، آمده اینجا که ناظر بر مراسم تسلیتش در آلمان باشه. بعد سه روز به تمام حرف زد، سه ربع تمام، و من اصلا انگوش بده هم موندم که بلاحت و حماقت، آخر یه اندازه ای داره دیگه، یه اندازه کافیه، از اون بیشترش تبدیل میشه به نوعی جنون بردی، یعنی شما مجنون برد بودن خودت هستی، چون این بردگی در شما نهادینه شده، جزء وجود شماست، اصلا وجود شماست. وقتی وجود شماست، یک درخت نمیتونه بگه چرا من درخت سیبم، چرا من درخت پرتقال نیستم، میگه این سرنوشت منه، این در ژن منه. این طرف هم فکر میکرد که
این در ژنشه، بردگی در ژنشه، این از بردگی با نام بسترا پیرو پیشگامان مذهبی نام می بود. دیر نمیخوام اصطلاحاتش رو به کار ببرم. این بحثی که این فیلسوف جوان فرانسوی باز کرده در دوران خودش، حفظ در جوانی مرده، واقعا در آغاز برنامه هم گفتم پنداری که با مردم، نه همه مردم البته، ولی با اکثریت مردمی که در ایران زندگی میکنن، بیشترشون هم میگن رژیم خوب نیست، خامنه ای بده، اینا میدوزن، اینا میچاپن، اینا، ولی اسلام یه چیز دیگه است. اون سر جاش، چون اون طوق بندگی و بردگیه. ما برده ایدئولوژی اسلام هستیم، برده فلان دستگاه سیاسی هستیم، ما برده سیستم ها یا افراد هستیم. و تره هنوز نیامده ایران، ما تصویرشو در کره ماه میبینیم، در کره ماه میبینیم تصویرشو. هر کس نبینه خائن به اسلام است، دشمن ایران است، وطن فروش است. میگفتم بیش از این جامانی عزیز، اگر اجازه بفرمایید من یه جمله به ذهنم آمد بگم. آقای خورخه اورتگای گاسیت یه کتابی داره در مورد توده ها نوشته. ایشون یک نقل قولی میاره از آقای فرانس و اشاره میکنه که شیاد احمق ها از شیاد ها بدترن، چون انسان شیاد ممکنه یه روزی متنبه بشه، دست از کار خطای خودش برداره چون میفهمه، اما احمق ها هیچ وقت متوجه اشتباهشون نمیشن و همون رویه رو ادامه میدن و دست از کارشون بر نمیدن. به همین دلیله که متاسفانه احمق ها هر بار به دنبال یک مقتدا، یک رهبر، یک رئیس میگردن تا همون رویه بردگی خودشون رو ادامه بدن، و برای اون هم خب طبیعیه که دلیل تراشی های عجیب و غریب هم میارن، حتی تجسم واقعیت میکنن. ممنونم از شما. خواهشم شرح این موضوع و این سوز جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر، هفته دیگر. سپاس فراوان از شما و سپاس از شما بینندگان ارجمندی که ما رو همراهی میکنید. لایک کنید این برنامه های ما رو تا بیننده های بیشتری داشته باشن. عضو کانال بشید که ما هر برنامه تولید میکنیم برای شما میاد و شما اگه خواستید فرصت داشتید میتونید بنگرید و با ما همراه شوید. هر چیزی که میشنوید و ما میگوییم برای آزادی همه ماست در یک مملکت آزاد و رها از بردگی آشکار و پنهان. شادکام باشید و بدرود.